رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ساعت 7 صبح به وقت محلی در آلاسکا و ساعت 8 صبح به وقت محلی در ایالت واشنگتن آغاز شد. دونالد ترامپ و همترش ملانیا ترامپ رأی خود را در مرکز تفریحی ماندل در پام بیچ فلوریدا به صندوق انداختند. ترامپ در حالی که کلاه قرمز علامت تجاری خود را به سر داشت به خبرنگاران گفت بسیار مطمئن هستم و به نظر می‌رسد که جمهوری‌خواهان با قدرت ظاهر شدند. ترامپ می‌گوید که از دیدن صف‌های بسیار طولانی رای دهندگان احساس افتخار کرده است. کامالا هاریس هفته گذشته رای خود را به صورت پست ارسال کرد و امروز در چندین ایالت چرخشی با برنامه‌های رادیویی مصاحبه کرد و آمریکایی‌ها را تشویق کرد که بیرون بیایند و رای بدهند. از سوی دیگر شبکه خبری CNN ساعتی پیش به نقل از خبرنگار اعزامی این شبکه در ایالت ویرجینیا اعلام کرد که بسیاری از رای دهندگان رای به دونالد ترامپ را بدون سر و صدا به صندوق می‌اندازند و به دلیل نگرانی از واکنش دوستان و نزدیکان دموکرات حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها نیستند. بر اساس مشاهدات خبرنگاران این شبکه بسیاری در ایالت ویرجینیا یا به ترامپ رای داده و یا در ساعات آینده به او رای خواهند داد. از سال 2008 تا به امروز همواره حزب دموکرات آرای اکثریت در انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت را به دست آورده است. در خبری دیگر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI از اخلال در مراکز رأی‌گیری چندین ایالت آمریکا در پی دریافت تهدید به بمب‌گذاری خبر داد. در بیانیه FBI آمده که به نظر می رسد منشأ پیام‌های نامعتبر تهدید ایمیل هایی با دامنه‌های روسی باشد. FBI میگوید دست کم 2 مرکز رأی‌گیری در ایالت جورجیا در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری برای 3 دقیقه تخلیه شدند و مقامات محلی در پی حکم دادگاه جهت تمدید زمان رأی‌گیری برای جبران آن هستند. وزیر داخلی ایالت جورجیا هم اعلام کرده که روسیه پشت تهدیدات ساختگی بمب‌گذاری است. او گفت که روسیه چشم دیدن یک انتخابات عادلانه، دقیق و شفاف در آمریکا را ندارد و پیروزی خود را در ایجاد تفرقه میان آمریکایی ها میبیند. FBI میگوید تنها ایالت جورجیا در روز سه‌شنبه 10 تماس تلفنی در رابطه با بمب‌گذاری دریافت کرده که هیچ کدام از آنها معتبر نبودند. در خبری دیگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا امروز سه‌شنبه درباره احتمال اعمال خشونت طرفدارانش در صورت شکست او گفت که طرفدارانش خشونت طلب نیستند. او در این حال تاکید کرد که مجبور نیست به طرفدارانش بگوید که باید نتایج انتخابات را بپذیرند و نباید خشونت به خرج داد. ترامپ همچنین صبح سه‌شنبه به سؤال یک خبرنگار درباره احتمال تأخیر در اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد که او نیز چنین اخباری را شنیده است. نامزد جمهوری خواهان در ادامه گفت شنیدم که در برخی ایالت‌ها خیلی جلو هستم، اما آنها نتایج را فوراً اعلام نخواهند کرد. از سوی دیگر شبکه CNN از رایزنی پشت پرده مسئولان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ درباره نحوه برگزاری مراسم شب انتخابات ریاست جمهوری در پام بیچ فلوریدا خبر داد. منابع آگاه به این شبکه تلویزیونی آمریکا گفتند که رایزنی‌ها همچنین شامل این موضوع است که آیا ترامپ در شب انتخابات اقامتگاه مارالاگوی خود را برای دیدار با خبرنگاران در پام بیچ ترک کند یا خیر. در خبر دیگر پلیس فیلادلفیا ادعای دونالد ترامپ مبنی بر تقلب گسترده در این شهر ایالت کلیدی پنسیلوانیا را رد کرد و به شبکه تلویزیونی CNN گفت که اساساً از چنین چیزی خبر ندارد. دونالد ترامپ حدود ساعت 4:40 عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که بحث‌های بسیاری درباره تقلب گسترده در فیلادلفیا وجود دارد. نیروهای مجری قانون وارد عمل می‌شوند. ترامپ پیش از این بارها صحت انتخابات در فیلادلفیا را زیر سوال برده بود و جمله سپتامبر امسال که در ایالت پنسیلوانیا حضور یافته بود بدون ارائه شواهدی گفت که آنها در این ایالت تقلب می‌کنند، به خصوص در فیلادلفیا. در ادامه همین خبر با نزدیک شدن به اعلام نتایج انتخابات آمریکا، واشنگتن از بیم تکرار شورش‌های کنگره در سال 2021 و خشونت‌های احتمالی از سوی طرفداران ترامپ در حالت آماده باش قرار دارد. در حال حاضر مجموعه کاخ سفید به شکل یک قلعه درآمده و یک حصار فلزی سیاه با ارتفاع بیش از 2 متر به تدابیر امنیتی بسیار سختگیرانه قبلی افزوده شده است. مقامات فدرال و محلی منطقه کلمبیا که پیشتر در 6
ژانویه سال 2021 شاهد حمله طرفداران ترامپ بودند، بیش از پیش خود را برای یک حمله خشونت‌آمیز جدید از سوی طرفداران دونالد ترامپ در صورت شکست وی در مقابل کامالا هریس آماده می‌کنند. دونالد ترامپ در حال حاضر پیش از شمارش آرای انتخابات پیش رو شروع به ایجاد تردید در یک پارچگی انتخابات با تمرکز بر آنچه در انتخابات جورجیا رخ داده کرده است. در خبر دیگر، بنا به گزارش شبکه CBS آمریکا، ایلان ماسک قرار است که امشب به دونالد ترامپ در مقر اصلی کارزار انتخاباتی او بپیوندد. ستاد انتخاباتی ترامپ برای برگزاری جشن پیروزی احتمالی در تکونت‌های مجلل مارالاگو در شهر ساحلی پام بیچ فلوریدا خود را آماده کرده است. هنوز معلوم نیست که ترامپ در این جشن‌ها به همراه ایلان ماسک حاضر شود، اما یک منبع نزدیک به ایلان ماسک گفته است که این دو امشب در کنار یکدیگر حضور خواهند یافت. از سوی دیگر، پلیس پایتخت آمریکا میگوید که یک مرد مظنون را بازداشت کرده که هم یک اسلحه دستی منورانداز داشته و هم بوی بنزین میداده است. به گزارش پلیس، این مرد در نزدیکی دفتر راهنمایی بازدیدکنندگان از کنگره آمریکا در قلب واشنگتن دی سی بازداشت شده است. پلیس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این مرد در حین بازرسی در یکی از پست‌های امنیتی نزدیک کنگره متوقف شده است. مرکز بازدید گردشگران از کنگره آمریکا به همین دلیل تعطیل شده و پلیس در حال تحقیقات در محل است. و در آخر، اولی موج نظرسنجی ها از کسانی که رای دادن حاکیست که مردم وضعیت دموکراسی در آمریکا را مهمترین موضوع در انتخابات رئیس جمهوری بعدی می دانند. حدود یک سوم کسانی که از آنها سوال شد گفتند که این از مجموعه 5 گزینه مهمترین نگرانی آنهاست. بر اساس این بررسی اولیه، اقتصاد در رتبه دوم قرار گرفت، به طوری که از هر 10 نفر 3 نفر آن را انتخاب کردند. سقط جنین و مهاجرت موضوعات مهم بعدی برای رای دهندگان بوده و سیاست خارجی کمترین درجه اهمیت را داشت. اقتصاد در گذشته مهمترین موضوع برای رای دهندگان بوده است. نتایج اولیه در ایالت‌های کنتاکی، ایندیانا و ویرجینیای غربی نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواهان، موفق به کسب 23 رأی الکترال شده است. کامالا هاریس، نامزد حزب دموکرات، هم در ورمونت موفق شده هر 3 رأی الکترال یا مجمع گزینندگان این ایالت را از آن خود کند. هر نامزد برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و راهیابی به کاخ سفید نیاز به کسب دست کم 270 رأی از 538 رأی الکترال دارد. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حدود ساعت 5 صبح چهارشنبه به وقت تهران نشان می‌دهد که دونالد ترامپ در دست کم 9 ایالت از اوکلاهوما گرفته تا فلوریدا و آلاباما پیروز شده و 95 رأی الکترال به دست آورده است. نامزد جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کانزاس، جورجیا و تگزاس هم از رقیب خود پیشی گرفته، اما هنوز برای تعیین پیروز در این ایالت‌ها زود است. در مقابل، کامالا هاریس، نامزد دموکرات‌ها در ایالت‌های مریلند، رود آیلند، کاناتیکت و ماساچوست پیروز شده و آرای الکترال خود را به عدد 35 رسانده است. دونالد ترامپ برخلاف پیشبینی‌ها در ایالت اوهایو از کامالا هاریس، نامزد دموکرات، عقب افتاده است. نتیجه شمارش 29% آرای اوهایو نشان می‌دهد که کامالا هاریس 53% و دونالد ترامپ 45% آرا را به دست آوردند. انتظار می‌رود که دونالد ترامپ در ایالت اوهایو پیروز شود. با این حال، به نظر می‌رسد که نتیجه کامالا هاریس بهتر از آنچه انتظار می‌رفت در این ایالت عمل کرده است. بر اساس آمار خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ انتخابات را در ایالت‌های تنسی، کارولینای جنوبی، اوکلاهوما، میسیسیپی، آلاباما و فلوریدا برنده شد. دونالد ترامپ در تازه‌ترین شمارش آرا موفق شد که در 2 ایالت آرکانسا و کارولینای جنوبی پیروز شود و رأی‌های الکترال را از آن خود کند. ایالت آرکانسا 6 و کارولینای جنوبی 9 رأی الکترال به مجموع آرای ترامپ افزودند تا رئیس جمهوری پیشین آمریکا از مرز 100 رأی الکترال بگذرد. همزمان کامالا هاریس در 3 ایالت مریلند، نیوجرسی و ایلینوی پیروز شد تا مجموعه آرای الکترال نامزد دموکرات ها از 70 گذر کند. پیروزی هاریس در این ایالت ها از قبل پیش بینی شده بود. همچنین آخرین خبرها نشان می دهند که دونالد ترامپ در ایالت کلیدی کارولینای شمالی از هاریس پیشی گرفته است.
با بسته شدن مراکز رأی‌گیری در ایالت‌های مرکزی آمریکا، شمارش آرا نشان می‌دهد که ترامپ با پیروزی در چند ایالت از جمله تگزاس، لوئیزیانا، داکوتای شمالی و وایومینگ پیشتاز است. هریس هم در ایالت نیویورک و دلاور برنده شد. برنده انتخابات باید حداقل 270 رأی کالج انتخاباتی را کسب کند.